أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله ثم الحمد لله ونشكر الله ونوحده حمد و ثنا و الله را میگیم شکر الله را كالله که الله متعال ما و شما را توفیق داد که در سپاره 19 قرآن در سوره الشعرا برسیم در قسمت سوره الشعرا این سوره را وجه تسمیشی است که در این سوره مبارکه بر علاوه از که قصه سایر موحدین میگن انسان های دیندار و یک تا پرست هم میگن باز اینجا بیان شاعرا هم هست و شاعرا دو قسم هستند یکی شاعرای موحد هستند و یکی شاعرای بیدین و مشرک هستند شاعرای موحد در اسلام خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت که شاعرای مشرک وقتی که در میدانهای جنگ و در معارک شاعرای مشرک می و بر ضد مسلمان ها بر ضد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ضد جهاد بر ضد شهادت بر ضد توحید بر ضد اسلام اونا وقتی که شعر می این شاعرای مسلمان باز می در مقابل جواب از اینا را می و به توحید الله به عبادت الله به دعوت الى الله بازیا شعر می گفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم سه شاعر داشت یک شاعرش حسان ابن ثابت رضی الله عنه نام داشت یک شاعرش کعب ابن مالک رضی الله عنه نام داشت دیگه شاعرش عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه بود این شاعرا بودن که هر کدام از اینا بسیار با زبان زبانی زبان که زبان شعر است که از زبان شمشیر که هم تیزتر بود و قلب کافرا و به قلب مشرکین ضربه بسیار خطرناک میزد و بسیار سرسختانه از اسلام دفاع میکردن این ادای سوری مبارکه درباره شاعرا گفته میشه و یک تعداد شاعرای دیگه هستن که نافاسق فاسق هستن فاجر هستن مشرک هستن از طریق شعر مردم به طرف گمراهی میکشانند بعضی سامری وقتی که آمد ما شما در سورای قبلی خانیم قصه سامری را سامری یک گوساله را ساخت باز آمد بر از این مردم گفت که او مردم اما اله همو معبود که موسی علیه السلام میگه همو معبود آمده در داخل اینمی گوساله حلول کرده در داخل از این داخل شده در داخل از این گوساله داخل شده پس شما آله بر از این گوساله سجده بکنین اینالو مجسمه یا مطلایی که در بین مردم بود که مردم به طلا ارزش میدادن اگر فضل الله که در چشم مردم مردم با ارزش بود اونم الله با ارزش بر از اینا چی ساخت وسیله شرک و کفر ساخت از او گوساله ساخت و بازو گوساله را که یگان سوراخکا در جور کرده بود که شمال میزد بازو یگان صدا میبرامد باز میگه فین العیاز بالله خالق متعال که خالق کائنات است ای گوساله داخل شده و ای حلول کرده شاعرای کافر شاعرای بیدین شاعرای مشرک شاعرای خطرناک خطرشان در اینمی هست که الله متعال میگه که اینا از زبان شیر که زبان شیرین است مثل طلا واره که در چشم انسان زیبا هست ای در زبان و در گوش بسیار زیبا می باشه ای شیر الفاظ خوب و اوزان شیریک است باز شاعرای کفار باز از این شعر استفاده های منفی میکنن باز دبین از این شعر خود امو اعتقادات حلول و یک الله متعال علیه عزب ناسود بود مثلا نیسا علیه السلام باز به لاهوت مبدل شد در این انسان مثلا الله داخل شده و بازی از انسان بر آمد و به اله مبدل شد امی اعتقادات حلولی و اعتقادات شرکی و کفری را این میگه از ای خاطر ای انسان های مسلمان که شما اساس دینتان قرآن بگیرین اساس اساس دینتان سنت رسول الله صلی الله علیه و بگیرین وقتی که دایی عقیده تان یاد گرفتین باز وقتی که یک شاعر یک شعر میگه باز شما میفهمین که این شاعر شاعر موحد است مثل که میگه برگ درختان سبز در نظر اوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار یک شعر دیگه است میگه آیت توحید بینم بر در و دیوارها آسمانها کهکشانها ثابت و سیارها این اشعار وقتی که ما به شما میشنویم میخوانیم این واقعا شعرهای توحیدی خوب است اما بعضی از اشعار دیگه است او دی اشعار چی است؟ کفری هست شرکی هست دعوت به زنا هست دعوت به الحاد از دعوت به وحدت الوجود است دعوت به داخل کردن مثلا العیاز بالله حلول الله در جس جنس جسم مخلوقات است اینی اشعار هم است الله متعال میگه شما متوجه باشین بسیاری مردم است که از پیروی از این شاعرای قاون میکنن که باز دمی سوره مبارکه آید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تو سیمیم تو تا و سین و میم که هست چی از حروف مقطعات است ما جاهل هستیم معنایش را نمیفهمیم الله اعلم مراده اینه این ادب اسلامی هست که انسان هر قدر نزده سپاره قرآن ترجمه و تفسیرش خوانیم باز هم علم ما در مقابل علم الله الله عالم است و ما جاهل هستم. الله عالم الغيب والشهادة شهاده هست و ما الله بر ما چی کرده؟ داده علم الله علم ذاتی هست علم ما موهوبی هست, يك هست الله بر ما داده. بمو اندازه از این خاطر در حروف مقطعات مییم که الله اعلم به مراده الله مراد از بیشتر میفهمه ما نمیفهمه ما جاهل هستیم در مقابل علم الله علم ما اصلا هیچ حتی بندازی یک قطره هم نیست تلک آیات الكتاب المبین تلک این است آیات الكتاب المبین ای آیات الکتاب المبین او کتابی که روشن و واضح هست آلی که بر شما خوانده میشه ای اي آیات از دی دلائل قدرت الله دلائل عظمت الله دلائل توحید دلائل وحدانیت الله ای کلش بیان میشه چون این سوره سوره مکی هست در سوره های مکی ما و شما میفهمیم غالبا اقسام توحید دلایل توحید عظمت الله رد شرک ای کلش بیان میشه دلائل موحدین قصه های انسان های موحد

و آن قدر کسایی که دعوت قبول نمیکردن خسته میشدن که حتی رسول الله هم سرش بسیار فشار می آمد دپریشن می آمد سختی می آمد الله متعال میگه لعلک شاید تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلام باخ آن کننده باشی نفس که نفس خود را الله یکون مؤمن ای که این مردم مؤمن نمیشن ایمان نمیارن این نشع اگر ما بخواهیم ننزل نازل میکنیم علیهم بالایشان من از از آسمان یک نشانه ای را فضلت اعناق هم باز چی میشه؟ باز پست میشود به چی؟ اعناق هم گردن هایشان می می آیات ما دلایل ما خادین اما تو بسیار به خدو و خم شده الله متعال میگه اگر ما میخواستیم که اینا را به زور مسلمان بسازیم تو یک چیز را میوردیم که کلش تو خودش در یک لحظه هم تو زلیل میشدن خودم انداختن لکن این در دار چی داردار امتحان است ما بر از چی دادیم اختیار دادیم اراده دادیم فرصت دادیم از این خاطر این رسول الله هم اگر اینا دین قبول نمی کنن شریعت قبول نمی کنن, تسلیم نمیشن تو هیچ وقت سرت قفشار نبر که خدا به هلاکت برتیم و ما یاتیه من ذکر من الرحمن محدث و ما یاتیهم و نم یای بر زمین مردمای بی دین من ذکر کدام حکم کدام آیاتی از قرآن کدام نصیحت من الرحمن از جانب الله رحمان محدث که حکم جدید باشه الا کان و موردین مگر ای که اینا از اعراض میکنن چرا این قانون آمد چرا این حکم آمد فقط کذب و یقین که نا تکذیب کردن فسیعتیهم انباء و ما کانو بهی سعزیون باز بر از اینا فسیعتیهم بس زود است که بیاید برشان انباء و خبرهای ما کانو بهی سعزیون به آنچه که اونا استهزا و خنده میکردن و مسخنگی میکردن اولا میار و اگر اینا عقل میداشتن دلائل قدرت الله در پیشروشان در زمین است اولا میارو چرا نظر نمیکنن الالارد به طرف زمین کم انبتنا فیها که چقدر ما رویانیدیم در آن من کل زوج کریم از هر نباتی که آنها بسیار چی دارن؟ زوج مذکر و معنیس دارن آل نمی هم آیت قرآن است که آل علما در اجاز علمی زراعی قرآن ایره بیان میکنند علمای متخصص زراعت آل کشف کردن که تمام نباتات که هست مثل حیوانات واره مذکر و مؤنس دارن توالد و تناسل دارن آل اینا کشف کردن این قرآن از مشان او وقتی که این مردم در علم زراعت نمی الله مطال بیان کرد برشان این نفی ذلك لآی یقینا که در اینمی خلقت نباتات یک دلیل بزرگی از قدرت الله است و ما کان اکثر هم مؤمنین و اکثریت از آن نیستن مؤمن و این ربک و یقینا که رب تو لهو العزیز رحیم و ذات اس. العزیز و بسیار غالب الرحیم و مهربان یعنی در حالی که غالب از دشمنای خود میتونه کمر شر بشکرانه لکن مهربان است برای زمین دشمنای خود هم فرصت میده و هم نعمت ها را برشان میده و اذ نادا ربک و یاد کن تنهای رسول الله صلی الله علیه و این قصه های پیغمبر به خاطر تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم و قلب هر مؤمن موحد است میگه ببینید این سختی ها سر کل پیغمبرات تیر شده سر هر مؤمن موحد سر هر امت حقیقی ای این ها آمده هست اما الله نتیجه شبا سهل کنن که موحدین کامیاب میشن و مشرکین هلاک میشن این از جمله از این موحدین یکیش موسی علیه السلام است و اذن الله ربک وقتی که ندا کرد ربک موسی رب تو موسی به موسی علیه السلام ان القوم الظالمین که برو به قوم چی؟ به نزد قومی که اینا ظالم هستن مشرک هستن کافر هستن قوم فرعون، اینا قوم فرعون هستن الا یتقون آیا نمیترسن چرا نمیترسن قال گفت موسی علیه السلام رب ای پروردگار ما اینی اخاف و ما میترسن و این یکذبونه ای که اونا مرا تکذیب بکنن و صدری و دل ما بسیار تنگ میشه ولا و لایم طالق و لسانی و زبانم هم آمدو صحبت بسیار فسیح و چی کرده نمیتانم فرسل اله هارون تو ای پروردگارا بفرست آرون علیه السلام هم و لهم علی ذنبون چیز اونا بالای ما یک خطا یک, یک, وقتی از پیش ما یک اشتباه شده بود که وقتی که اونمو فرعونی میخواست کنم یک نفر که از بنی اسرائیل بود او را بزنه سر از او ظلم میکرد موسی علیه السلام کمی رفت وقتی که این یک سیلی زد ای عجلش آمده بود خب تقدیر الهی است همین نفر فوت کرد

قتل کرده بودی عالمه را بگوید تو را قتل میکنیم قال کلا الله متعال گفت که نی چونین نیست فذهبا و آیتنا تان برین با دلائل با معجزاتی که ما بر شما میتیم این نامه اکم الله متعال میگه که ما با عظمت و قدرت خود به امرای شما هستیم مستمعون که تمام سخنای از اونا را میشنویم یا فرعون پس بروین به نزد فرعون فقولا بگوین این اردوی تان بر ازو انا رسول رب العالمین که ما فرستاده رب عالمین هستیم هن نسل معنا بنی اسرائیل امرای ما بفرست بنی اسرائیل را قال علم نربی که آل وقتی که موسی علیه السلام پیش فرعون می فرعون دیگه چی میکنه آل بر موسی علیه السلام دیگه کلانکاری میکنه و منت گذاری میکنه میگه وقتی که تو آمدی در قصر آیمت رو در قصر پیش خود تربیه نکردم قال گفت فرعون علم نرب فینا ولیدا آیا پیش ما تو پرورش نیافتی تربیه نشودی در بین ما ولیدا در وقتی که تو ولید یعنی مولود بودی نه و طفل بودی و لبست فینا و باقی مانی در بین ما من امره که از عمرت سنین چندین سال یعنی چندین سال تو در بین قصر ما بودی وفعلت فعلتك التي فعلت وفعلت فعلتك وفيدك ان دادي. فعلتک امو فعل را که التي آن فعل که فعلت او انجام دادی و انت من الكافرين و تو بودی از مردم های ناسپاس قال موسی علیه السلام برش گفت که درست است فعلت ها می انجام دادم ایدن در آن زمانی که و انا من الضالین از کسایی بودم که راه گم کرده بودم یعنی اون وقت بالای من پیغمبری نامده بود فرار تو من باز من از شما فرار کردم لما خفتو کم وقتی که من از شما ترسیدم فوهب لی ربی حکمن آل الله مطال بر ما حبه داده ذات وحاب بر ما یک تحفه داده ربی یک حکم را که او چیست نبوت است و جعلنی من المرسلین و مرا گردانیده است از جمله پیغمبران و تلک نعمه نعمت تمنوها علیه تو این نعمت سر ما این نعمت که مرد در خانه پرورش دادی این نعمت تو نیست که تو این نعمت سر ما چیز میکنی این قدرت الله هست که مرد در خانه تو دشمن کلان کرد تو خو بنی اسرائیل کشته میرفتی میگفتی که بچه بکش دخترهایشان را نگاه کو تو خو پلان قتل ما کرده بودی تو اگر میفهمیدی که من از بنی اسرائیل هستم تو خو مرا قتل میکردی این خو نعمت الله بود و تلک نعمت و این نعمت است که تمون نوها علیه که تو منت میکنی بالای من انعبدت بنی اسرائیل در حالی که خودت عبد و بنده و غلام ساخته بودی گیره بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام را قال فرعون و ما رب العالمین آل فرعون امرو جر بحث میکنه این میگه دعوتگرا فکرتان باشه که اونا وقتی که باز شخصی سر حمله را شروع میکنه باز آل از شخصی که خلاص شد من میکنه که ما این کار کردیم مو کردیم دوام که جوابش گفتی باز میاد که تو بحث میکنه در مورد توحید فرعون گفت که ما رب العالمین رب العالمین کی است در حالی که فرعون میگفت که انا ربکم العالم ما ربتان هستم ما خدایتان هستم من معبودتان هستم قال رب السماوات ولا الارض سلام السلام از گفت رب ما اونم کسی که آسمان ها را خلق کرده و الارض و زمین خلق کرده و ما بینهما و زمین و آسمان خلق کرده تو بیچاره چی کرده میتونی تو هیچ چیز کرده نمیتونی خود فرام تا وقتی که موسی علیه السلام نگفت تو کن اشتک نداشت تو یک دن اولاد خودت نداشتی ها تو آمدی حالا گپ میزنی این کنتم موقنین اگر شما یقین دارین قال لمن حوله الا تستمعون آل فرعون بره اطرافی های خود چی میگه؟ گوش میکنن میبینین که چی کتا کتا گپ میزنه؟ آل ربوبیت ما را قبول ندارم میگه که رب تان رب عالمین است رب آسمان و زمین است قال موسی علیه السلام که سنال بعضی اوقات وقتی که فرعون به طرف از زوا گفت که گوش نمیگیرن یک قسم عادت مردمای های بیدین است که وقتی که گپ دعوت شد بازی خندگک میکنه و پرزگک میگه و فکایی میگه دعوتگر همه خیلی قسم تحت چی بره احساسات بیاره این احساساتی بسازن موسی علیه السلام چون دعوتگر است که الله متعال او را فرستاده و پیغمبر اول است میفهمید که این می که از این مجلس برش خندی تیر بکنه و امر احساساتی بسازن موسی علیه السلام پشتازی گپش رای نزد دلایل خود انوز گفته رفت قال موسی علیه السلام گفت که رب بكم، رب شما خالق شما روزی دهنده شما زنده کننده شما و رب و اونو اون رو من عبادت کنم که ام رب شما هست و رب و آبایکم الاولین که تو هیچ وجود نداشتی رب پروردگار, تو، پروردگار, پدران قبلی شما بود اونا رو که خلق کرده بود آل باز که فرعون باز گپ دور میتا میخواه اگده چی پرته باز در مسخرگی و در لودگی قال این رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون گفت این رسولکم ای رسول که بر شما ارسل الیکم فرستاده شده بر شما لمجنون ای دیوانه هست فقط آن باشه که در مجالس دعوت با سر خودت شروع میکنه مثلا اگر نفر دعوت میکنی باز تر میگه ایلونگی چرا سیاست؟ چرا سفید نزدی؟ ایریش چرا کمک است؟ چرا این قسمت جور نکردی خال تو چی کت میکنی یا دعوت کار داری تو رو به قواری ما قسمت یا یک قسمت ها این گپا رو ما از ما پرسان کنم تو چی اب اینه من تو چی میکنه اینا انتخاب رو شروع میکنه که قواری چرا تو راست که مثلا بینی چرا تو راست که مثلا تو دیوانه هستی که تو پوتوریست هستی که تو اکستریمیست هستی تو شما افراطیت میکنین این گپا رو میزنن از این خاطر الله متعال میگه اینا دیدی این عادت فرعون و فرعون صفتاست ای عادت می داشته باشن شما متاثر نشین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون کی گفت فرعون گفت باز موسی علیه السلام چی میکنه موسی علیه السلام با اونمو شخصیت دعوتگارانه متعادل خود عر... نرم است آرام است و خاموش است برش گفت که درست است انتقاداتی که تو قبلا سر من داشتی اگر ما کدام سابق اشتباه کردیم وقت ما سنم کم بود بالایم وحی نامده بود درست است از پشم کدام اشتباه شده او را الله ببخشه آل ربی اگر بزن فرحان باز شروع کرد تو دیوان هستی در حالی که چند وقت پیش امی فرحانی بچه خود میگفت تی بنام شهزاده بود موسی علیه السلام شهزاده قصر بود متوجه هستین حال شهزاده قصر است تا دیروز شهزاده میگفت که توحید میگه وقت سر او اگه نه فرعون که کی میگه کی شاهزاده هستی بزرگ است و کل مردم احترام ازیره میکنن و بزرگ میگردن این حالا که توحید مسئله شد بزرگ میگه تو دیوانه هستی فکرتان باشه که مردم های بی دین ولو که پدرتان باشه سرتون روش خند میزنه سرتون نامای عجیب و غریب میمونه از این خاطر متاثر نشی آل موسی علیه السلام چی میکنه ای که برش میگه تو دیوانه هستی خی موسی علیه السلام بخیزه بگه خود دیوانه هستی پدر دیوانه است تو احمق نیست چطور هستی موسی علیه السلام با بسیار توازن و تعادل فکری

مشرق خلق کرده و المغرب و مغرب خلق کرده و ما بین هم آن چیزی که در بین شرق و غرب است این کنتم تعقلون اگر شما واقعا عقل دارید سیز مرد دیوانه میگین اما اگر شما عقل دارین اونو پروردگار رو عبادت بکنین که او چی است خالق آسمان ها و زمین و شرق و غرب است قال یک دفعه فرعون دیگه دیگه دلیل گفته نتونست باز قال چی میکنن های اسلام مردمای های دین عادت دارن وقتی که زورشان نرسید باز میگه که آل دیگه خیمه دیگه تو را لط میکنین میزنیم گپ نزنی دیگه چپ باش اگر رای ما را ترک کنی باز دیگه زدن است بندی کردن است قال لاین تخصص اله غیر گفت فرعون لئن اتخذت اگر گرفتی ای موسی علی السلام گفت اله معبودی بگیری غیری به غیر بغیر از من که من المسجونین ما زندان میپرتم این زندان انداختن عادت فرعونی ها هست باز میگه ما در زندان میبرمت بسته ایت میگرم که تزنجیرام قال موسی علی السلام در قصی اختارش نمیشه انسان موحد دلایل خدا گفته میره قال موسی علیه السلامش گفت اولا تو که به ای مبین اگر برات یک چیز بسیار آشکار بیارم که تو را قناعت بته که ما نه ساحر هستم نه جادوگر هستم نه کدام غلط هستم قال فأت به ان كنت من الصادقين گفت فرعون که بیار این كنت من الصادقين اگر تو از جمله رازگویا هستی القى عصاه موسى عليه السلام عصای خود انداخت فایدا هیت صبان مبین وقتی که عصا انداخت یک دفعه عصای ازی به یک مار یا اجدار آشکارا مبدل شد که کل لگی می دیدن و نزع یده و دست خدا کشید فا اذا هی ابیدا ناظر دید که دستش یک روشنی خاص میتر روشن است برای کسایی که می بینن وقتی که دید آل دید که والا سبحان الله این دو دلیل قوی دیگه را آورد قال للملع حوله و گفت برای کسانی که امو اطرافیانش ملع امو رحبرا و جنرالا و امو سیاست مدارایی که در حولش در اطراف عزیز این هذا لساحر علیم گفتن اوه این برای یک گپ دیگه پیدا کرد ای خی ساحر است ساحر علیم خوب جادوگره دانشمند است یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر هی ای گفت این می که خارج بکنه شما را من ارضکم از سرزمینتان به سحر فماذا تأمرون شما چی امر میکنین قال اونا برش گفتن که ارجه و اخاه همین مشاورینش برش گفتن که بگذاروره و برادرش و از این حاشرین روان بکو در شهرها حاشرین کسایی که جمع میکنن امود ساحرا را یعتو که به کل صحار علیم که بیارن پیش تو او تو ساحرای خرد خورده نبیارن که مثلا تنها لسانس دارن او تو ساحرا را بیارن که خوب امود تو ردبای بلند بلند داشته باشن صحار باشن دیگه. خوب تو یکی ساحر است یکی صحار یعنی بسیار صحر کلنده های قوی ربی که کتزی چی کنه مقابله بکنه فجمع السحره لمیقات بس جمع کرده شد جادوگرا لمیقات یوم معلوم بره اما وقت مقدره که میقات یعنی وقت مقرره که یوم معلوم در یک روز اما تو تعیین شدگی بود و قیل للناس هل انتم مجتمعین بر مردم هم گفتن که او مردم انت گپ است موسی هست که ای شهزاده قصر بود آل آمده اینی کارا را میکنه و در مقابل ساحره هست ما در بین از ای یک مسابقه را میپرتیم که کی, کی زور میشه شما هم جمع میشین لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين شاید که ما باز پیروی از ساحرا بکنیم اگر اونا غالب شوه یعنی امی همین ساحرا رو کاوردیم مگه شکست بده موسی را باز ما دیگه پیروی از اینا را بکنیم فلم ما از السحرة وقتی که ساحرای کلان کلان آمدن قالوا لفرعون بر فرعون, بر فرعون گفتن این لنا لا آیا بر ما باز پاداش میتی این کنا نحن الغالبین اگر باز ما کامیاب شدیم سر از وزارت چوکی مقام پارلمان اینی ای چیزا را میتی مال موترهای لوکس این گپا دیگه این خود همیشه ای درباری ها وازگه این نمی کارا را میکنن قال نعم فرعون برشان گفت بله و انکم ای اذا در او صورتی که شما سر موسا کامیاب شوین لمن المقربین باز شما از جمله کسایی باشن که مقرب دربار ما هستین هر تا مشاوریت میتون وزارت میتون قدرت میتم صلاحیت میتم امی ساحرا را گفت قال لهم موسی قال دیگه مجلس شروع شد برشان گفت موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون پرتن هر چیزی که سحر شما دارین فالقوا حبالهم اینا انداختن نسمان های خود را و عصیهم و عمو چی را عصا های خود را و گفتن آل دیگه یا چی میگن ایوازی که بسم الله بگن گفتن به عزت فرعون و قالو گفتن امی ساحران به عزت فرعون بر و عزت فرعون انا نحن الغالبین قسم میخوریم به عزت فرعون که چی از انا نحن الغالبین ما هستیم غالب میشیم فالقا موسی پس انداخت موسی علیه السلام عصاه یعنی هر پیغمبر که هست در اونمو عصرش موجزه ده میاره که در اونجا اونا در چیز بسیار قوی باشه تا که امو چیز شکست بدن در این اصل جادوگرا هست آل موسی علیه السلام در مقابل از اینا ضد جادو چیز را میره عصای را که ایال یا تسلیم شون فالقا موسی عصاه و موسی علیه السلام انداخت عصای خود را فا اذا هی تلقف و ما یعفی امی عصای موسی علیه السلام که شکل اشجار گرفت ای خورده میرفت قرد کدا میرفت تل یعنی خورده میرفت و قرد کدا میرفت ما یفکن آن آنچه که اونها ساخته بودن تمام یعنی سهرای از اینا رو خورده رفت ای که سهرار جادوای از اینا رو خورد ساحرا خورد در سحر سح... سحار بودن بسیار ساحرهای کلان کلان بودن اونا به حساب علم سحر خود فهمیدن که این قسمی جادو وجود نداره که یک جادو بخیزه جادوی دیگرا بخوره ای جادو نیست یا به اساس علم خود ولو که علم غلط است فامیدن که موسی علیه السلام به حق است این جادوگر نیست چرا این کار ما 80 سال 90 سال 100 سال, سال, سال کار کردیم این کار کار جادو نیست وقتی کار جادو نیست یا چی شدن همین جادوگر عالم مسلمان میشن سبحان الله کلشان صدا کردن که لا اله الا الله موسا کلیم الله صدا کردن که ما ایمان آوردیم فالقی السحرات و ساجدن یک دفعه میگه افتادن از سحر جادو جادوگرها ساجدین سجده کردن به الله سجده کردن قالو گفتن آمنا به رب العالمین ما ایمان آوردیم رب عالمین. رب موسی و هارون ما ایمان آوردیم به اون رب که موسی علیه السلام بیان میکرد خالق روزی دهنده شفا دهنده رب موسی علیه السلام و رب هارون علیه السلام به رب از اینا به خالق یکتا ما ایمان آوردیم آل فرعون اگر انسان مخقول می بود پیشتر خو اگر گفت که جادوگرها ببرخ باز ما بسیار خوش میشیم مقام میدیم آل جادوگرها برش گفت که با وجود از که تو بر ما تمام امتیازات دادی آل ما حق بیان میکنیم پس اینال فرعون حقش بود که تسلیم شه و یا نه کافر چند قسم هست یکی کافر است که او جاهل است حق برش بیان بکنی تسلیم حق میشه از این خاطر بسیاری کساست نمیفهمن وقتی که دین بر شناسانی کلمه میخونه همین بسیار در اروپا و در امریکا و در کشورهای دیگه آسیه ای مردم مسلمان شده میره بعضی کساست که کفرش عنادی هست صد دلیل که برش بیاری میگه من قبول ندارم آل فرعون است، اگر به کفرش یا دلیل میدادن باز خوش داشت چوکی ها میداد پیسا میداد مقام میداد آل کوبا برش حق میگه یک دفعه خیز در مقابل از اینا چی میگه فرعون قال آمنتم له قبلا اذن لكم شما بر از ایمان آوردین پیش از اینکه ما برتون اجازه بودم شما خود نفرای ما بودین شما را خود چوکی میدادم قدرت میدادم نفرای ما بودین ما شما را جمع کرده بودم شما علامتین

انه لهکبیرکم الذی علمکم الصحرین همیهم بزرگ شماست که شما ر تعلیم صحره دادن فله سوف تعلمون زود ال دگه باز می فاهمین له اقطعنا ایدیکم مقطعه می کنم ال دگه فرعاون دگه ای مردمهای بدین کافر کس ای باز بندوازی از خود بیگانه و دوست و دشمن نیست هر کس که مخالف مزاجش بود او رو دیگه زدم میره بعضی مردم هست نه والا صاحب ایخ ما رو میزنه فقط نه او امی هر کسی که دمی چوکی گکش شور داد فامیدی او ایمان به چوکی آورده امیر کسی که چوکیش شور داد پشت از این هم میگه تو کی هستی حتی بچه خود فامیل خود خانواده خود میکشه آلی گفت که اینا لا اقطع عنا ایدیکم ما قطع میکنم دستایتان را ورجلکم و پاهایتان را من خلاف برخلاف یک دیگر. یک دست و یک پایتانه دست راست پای چپ دست چپ پای راست قطع میکنم من خلاف ولا اصلی بنکم اجمعین کل تان را در صلیب بیزان میکنم صلیب می یک قسم جمع و جور میکنن کاله صلیبی ها هم صلیب جور میکنن به او این قسمی عبادت میکنن بازی یک دست شده دوست یک دست سر شده گفتم ای عویزان تان میکنم لا اصلی بنکم شما را کل تان عموجا بازی که دست پایتان قطع کردم در صلیب بیزان تان میکنم یادم درخت ها بیزان تان میکنم که اما تو خونتان بریزه و بریزه و بریز تو که بمرین. قالوا لا ضير الله انسان مسلمانه که مسلمان حقیقی باشه با فهم و با درک حقیقت درک بکنه با ازی چیزا نمیترسن قالو گفتن انا لا ضير هیچ پروا ندارم انا الى ربنا منقلبون تو اگه ما رو بکشیم ما کجا میریم به طرف پروردگار خود میرویم انا نتمو ما امیدوار هستیم ان یک لنا ربنا خطایانا که الله مغفرت بکنه برای ما گناه های قبلی ما را ان کننا اول المؤمنان به که ما اولین مؤمنان هستیم به خاطر که ما اولین کسان هستیم که در مقابل تو به موسی علیه السلام ایمان آوردیم دیگه ما امیدوار هستیم که الله متعال ما را ببخشه براد برادر این الله متعال چی شد این مردم الله متعال ما توفیق داد در دا نیم سات مسلمان شدن در نیم سال صحابی موسی علیه السلام شدن در نیم سات به شهادت رسیدن و در نیم سات نامایشان در قرآن عظیم شاره ذکر شد و اوحینا الى موسی و م... الله مطال باز ما وحی فرستادیم به موسی علیه السلام من اصر به عبادی که شب ببر بنده های مرا انکم یقینا که شما متبعون شما هم تعقیب میشین فرار کنین فارسل فی المده این فرعون فی المدائن حاشرین بعد از فرعون مگه باز روان کرد در شهرها جمع میکرد آل دیگر چی اسکر و لشکر جمع کرده میره جمع کرده میره ان هؤلاء للشرزیمت قلیلین میگفت که ای کسای که هستن امی بنی اسرائیل ک کت موسی علیه السلام هستن اینا کسان می گفتن چی هستن لشرزیمتون قی این نها اولای امی کسان که امرای موسی علیه السلام هستن لشرزیمتون یک گروه هستن قلیلون بسيار اندک و وإنهم لنا لغائدون این امی مردم ها کسای هستن که ما حاضرون ما همه کسیم خوب مسلح هستیم خوب قوت داریم خوب سلاح داریم خوب امکانات داریم فا هم من جنات وعيون الله تعالى میگه بازینا را خارج کردیم از باغ ها و از چشمه هایشان و کنوز از خزانه که داشتن و مقام کریم از منزل ها و خوبی که داشتن کذالک این چنین و اورثناها بنی اسرائیل کل از ما به ارث دادیم به کی بنی اسرائیل کل چیز ما به بنی اسرائیل فقط با او هم مشرقین چه قسمی میشد شد که کل بنی اسرائیل گرفت؟ میگه فقط با, با او هم پس یا تعقیب کردن امی فرعونی ها اولاده یعقوب علیه السلام و کسایی که همراه موسی علیه السلام بودن نه در وقت شروق آفتاب یعنی وقتی که اشراق میگن یعنی وقت آفتاب برامد فلما ترا الجمعان وقتی که دیدن دو گروه یکی دیگه خودن قال اصحاب موسی کسایی که همراه موسی همراه بودن روان بودن برای موسی علیه السلام گفتن که ان لا مدرکون اوف لا مدرکون اوه ما والا دزگیر شدیم درک کردن یافتن مارا. موسا سلام ما را یا قال موسی علیه السلام گفت کلا چنین نیست ان معی ربی به امرای من رب ما هست نترسین سیهدین او بر ما راهنمایی میکنه فا اوحینا الی موسی الله متعال میگه فورا وحی فرستادیم به موسی علیه السلام انا ربی عساک البحر یا که رفتن رفتن رفتن, رفتن، از پشت سر از یا لشکر فرعون آمد دادم روی از یا بحر آمد اینا گفتن خلاص دستگیر شدیم تبار شدیم اینا گرفتیم ما را الله متعال میگه که وحی کردیم با قدرت عظمت خود با موسی علیه السلام معنی در که بزن با عصای بحر را فن فلقه پس پاره شد فکان کل فرق بس هر قسمت از این که تود العظیم مثل یک کوورمی آب استاد میشه اما توتا توته و از لفنا ثم الاخرین و از لفنا و نزدیک کردیم ثم آنجا الاخرین دیگرها دیگر را و دیگرها هم دیگه وقتی کنار دیدن که داخل بحر میشه وارم الله مطال میگم نزدیک ساخته رفتیم و انجا اینا و نجات دادیم موسا موسا علیه السلام را و من معه و کسانی که امرای موسا علیه السلام بودن اجمعین تمامیم ثم اغرقنا الاخرین کردیم أمي آخر که لشكار فرعون را إن في ذلك الآية يقينا كدر لا لآية آية دليل حسب قدرة الله تعالى وما كان أكثر مؤمن ونبدا أكثر زنا مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم ويقينا كالرب تك العزيز بسيار غالبس الرحيم محربونس واطل عليهم نبي إبراهيم إبود قصة یک نفر موحد در مقابلش شرک شرك إلحاد والله که نتیجه چی شيسخت

قال از موحد دیگه را بیان میکنم واتلو علیهم نبا ابراهیم تلاوت کن برایشان همو خبر ابراهیم علیه السلام را از وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام لعبیه به پدرش و قومه و قومش ما تعبدون که شما چی را عبادت میکنین قال و نعبد و اصنامان گفت ما عبادت میکنیم بودها را فنظل لها عاکفین همیشه میباشیم بر از اینا چی؟ نشسته و معتکف قال هل يسمعونكم ابراهيم عليه السلام دلیل عقلي برشان گفت ای بوتها مشنو سخنای شما را افتدون وقتی که شما دست دعا به بارگاه ازنا بلند میکنین او یان یا بر شما کدام نفر رسانده میتونه او یا ضرون یا کدام زرن قالو یا دلیل ندارن بود پرستا وقتی که بود پرستا دلیل بگوی که ایچی کرده میتونه میگه قالو بل وجد نا آبا میگن نه ما یافتیم این این خودن ما دیگه در پدرای خود هستیم هر چی که پدر ما کرده دول زده رقص زده بی, بی،, بی غیرتی کرده بی ایمانی کرده بت پرستی کرده هر لودگی که کرده اونم ما از کارهای پدرای خود میکنیم کذالک یفعل ما دیدیم که وای نمی لودگی را میکردن وای نمی کارا میکردن قال افرایتم ما کنتم تعبدون میگه ابراهیم علیه السلام گفت برشان آیا دیدید آنچه که شما عبادت میکنین انتم و شما و آبا الاقدمون و پدران قدیمی شما فانهم عدو ولی تمام از اینا امی بتها که هستن دشمن ما مستن الا رب العالمین مگر خلق کننده روزی دهنده ده شفا دهنده ده عالمیان که او رب پروردگار ما هست الذي او ذاتی است که خلقنی او خلق کرده فهو یهدین پس او هدایت میکنه مرا و الذي او ذاتی را عبادت میکنم که هو یطعمونی که مرا تعام میده و یسقینی و مرا چی میده؟ آب می نوشانه و اذا مریدتو فهو یشفین و وقتی که من مریض شوم الله مرا شفا میده این یک درس بسیار مهم اعتقادی هست حال بسیاری کساس میگه پیغمبر شفا داده میتانه ولی شفا داده میتونه نبی شفا داده میتونه فلان قبر فلان فلان بود فلان درخت ابراهیم علیه السلام که خودش هم پیغمبر است اولادایش هم پیغمبر است و آخرینشان که رسول الله صلی الله علیه و سلم است ای هم از اولاد ابراهیم علیه السلام خود ابراهیم علیه السلام میگه که و اذا و وقتی که من ما خودم مریض و مریض شوم فهو یشفین الله مرا شفا میته من برای کس شفا دادن نمیتونم حالا چرا گپ ابراهیم علیه السلام الله در قرآن ذکر میکنه که شما که در ملت ابراهیم علیه السلام هستین باید عقیده داشته باشین که وقت مریض میشین الله شفا نصیب میکنه دکتر دوا میته اما شفا دهنده ده کی است الله هست نه نبی شفا داده میتونه نه ولی نه هیچ کسی چرا ابراهیم علیه السلام میگه نمی عقیده ابراهیم علیه السلام است ابراهیم علیه السلام عقیده داشت که خلق کننده ما الله هست ای توحید ربوبیت است يُطعِمُنِي ويسقين ايهم توحيد ربوبيه تستك الله رزاق است واذا مَرِدْتُ فهو يشفين الله شافي الامراض است كلش توحيد است كابراهيم عليه السلام بيان ميكنا والذي يميتني ثم ويثم و الله كاسك ما رامي يرونه باو زنده والذي اتمع و او الله ذاتی است که اتمع و ما امیدوار استم توقع دارم ان یغفر لی خطیعتی که مغفرت بکنه اشتباهات مرا یوم الدین در روز قیامت رب ای رب من ای پروردگار من حبل بتی بر ما حکما یک حکومتی و الحقنی بالصالحین و مرا ملحق بساز و پیوست بساز بالصالحین با بنده های صالح واجعل نی لسان صدق فی الآخرین و پروردگارره بر م زبان راست بتی در مردم آینده واجعلنی من ورث جنت نعیم وبردانا پروردگار مر وارث جنت انعیم ینی ببین ینبر کهست در هر چیز به الله محتامخلوقستوقتیکه یمبر ک ابراهیم علیه السلامیمبراوالعم ستببی در زبانش فقط دعابر بر اللهت ربی توسل میکنه به نام الله که الله هست میگه ای رب بر ما حکم تو بتی مرا جمله صالحان تو پیوست بکو یا الله تو بر از زبان صدق تو نصیب کو و جعل نیمه ورست جنت نعیم ای پروردگار تو بر ما مرا وارث جنت بگردان که مرا در جنت نعیم برم این حال بسیاری مخلوقات هست به ای که زبان دعا را به با الله باز بکنه به با مخلوق باز میکنه در حالی که خود ابراهیم علیه السلام که ولی الله هست و پدر پیغمبر هست و خودش پیغمبر و است و کلش به کی احتیاج است به الله و اغفر لعبی حالا دعا کنم میگه یا الله مغفرت بکو بین این پدر ما انه کان من الظالین که پدرم ما هم کس از جمله راه گماه هست راه را گم کرده گمراه شده و لا تو خزینی و پروردگار من رسوا نکو یا ما یبعثون در روزی که تو مبعوث میسازی مخلوقات یعنی ابراهیم علیه السلام میگه یعنی هر مسلمان باید دعای ابراهیم علیه السلام بکنه که پروردگارم مرا در روز قیامت رسوا نکنی که اگر انسان گناه های می داشته باشه و در اونجا رسوا شوه باز بسیار سخت است یوم روز قیامت که لا ینفع و فایده نمی رسانم مال و برون نه مال کس بد فایدهش میشه ولا بنون و نه اولادش بسیاری کسا ها کس سر مال خود افتخار میکنه و سر فرزنده خود آه اگر مال تو در الله مصرف شده باشه باز اون مال حقیقی هست و اگر فرزندای تو موحد و یک تا پرست باشند، بازو به منفعت تو می باشه. ای باز باقیات صالحات توست اما اگر مال و اولاد تو چی باشه اونا کلش در گمراهی مصرف شده باشه و گمراه باشن اولادا باز هیچ منفعت نرسان نمی چی خیلی فایده در روز قیامت الا من اطا الله قلب سالم مگر کسی به نزد الله بیاید با قلب چی؟ با قلب سالمه که در او شبهات و شهوات جای نداشته باشه امی دشمن های اسلام که همیشه میخواید که قلب این مسلمان ها را چی کنن؟ ناسالم بسازن اول شبهات تمام روز تبلیغ میکنن در مورد الله، در مورد قرآن، در مورد پیغمبر، در, در مقابل قرآن، در مقابل سنت، در مقابل احادیث، در مقابل علماء اسلام، در کل از شبهات ایجاد میکنن و همچنان باز شهوات تمام روزی نمی چیزایی که جوان ها را منحرف بسازند پس الله متعال چی هستم ما شما را نجات بده از این شبهات الا مگر من کسی که عطا الله بیای به نزد الله به قلب سلیم با یک قلب پاک و ازل فتل جنت و آراسته شده از جنت للمتقین برای متقیان و بر نزت الجحیم و ظاهر کرده می شود دوزخ برای کی للغاوین بر مردمای گمراه و قیل لهم اين ما کنتم تعبدون و بر از ها گفته میشه بر مردمای بدین که اين ما ده کجا هستن آن اشخاصی که کنتم شما بودید تعبودون اونا را عبادت میکردین من دون الله و غیر از الله هل ینصرونکم آیا اونا میتونه شما را نصرت بکنن او ینتصرون یا میتونه که بر شما ایوازی و بدله بگیرن فکب کیبو فیها پس یا چی میشن بروی انداخته میشون فیها ها در و دوزخ هم خود این امیات و و تمام گمراهان و جنود و ابلیس اجمعین تمام لشکر ابلیس باز در اون بروی انداخته میشن قالو و هم فی ها یخت سیمون باز اونا قالو میگویند و هم در حالی که فیها امی مردم امی در بین امی عذاب یختصیمون با یکی دیگه خود چی میکنن؟ خصومت و جنگ میکنن تا این کننا لفی دلال مبین باز میگه قسم از با الله که ما بودیم لفی دلال مبین که ما بودیم در, در, در گمراهی آشکارا اذ نصویکم بی رب العالمین آلوی پیروان از این تواقید چی میکنن؟ با مو کسایی که از او پیروی کردن در گمراهی ها باز میگه والله ما بسیار گمراه بودیم بسیار به مردم بودیم که شما را بل مساوی ساختیم و ما اضلنا باز میگه ما را گمراه نکرد الا المجرمون مگر اینمی مردم های مجرم آل رهبریت خدا جی میکنن؟ توهین و تحقیر میکنن میگه مجرم هستن و اینمیو ما را به گمراهی کشاندن فما لنا من شافعین باز میگن آل نیست بر ما کدام شفاعت کننده ولا صدیق حمیم و نیست بر ما کدام دوست حمیم که او چی باشه غمخور ما باشه فلو ان لنا کرتن بازی ها دیگه چی میکنن آل دیگه اما لایت لیت میگن که اگر, می با اگر باشه فلو ان لنا س اگر باشه بر ما کرتا یک کرت دگه یک مرتبه دگه یک موقع دگه یک فرصت دگه باشه فنکون من المؤمنین باز بسیار ما مؤمنا حقیقی میشیم اللهم تال مه ان فی ذلک ل یقینا که دری یک دلیل نشانه از قدرت الله است و ما کان اکثرهم مؤمنین مؤمنين اکثریت از ويقيناً مؤمنین و رازقه ربک و یقینا که رب تو خالق تو لا هو الله است بسیار غالب است و